سلام، پنجشنبه 13 اردیبهشت 97 می 2018 میلادی. در مورد 4 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که در مناطق مرزی پیرانشهر یک کولبر به نام طاهر حکمتی که متأهل و دارای 4 فرزند هست به ضرب گلوله مستقیم نیروی انتظامی روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت کشته شد. در شیراز هم جوانی به نام حسین تابع بردبار با موتورسیکلت روز یکشنبه 2 اردیبهشت ساعت 8:45 شب به منزل میاد، نیروی انتظامی و کلانتری مامورین کلانتری 12 فخرآباد شیراز به دنبال او ظاهراً برای توقیف موتورسیکلتش به داخل منزل میریزند، بدون حکم با ضرب و شتم پدر و مادر او رو از دستشویی که پنهان شده بود بیرون میکشند، مورد ضرب و شتم قرار میدن، دستبند میزنند، کشان کشان میبرند و نیم ساعت بعد از بیمارستان از زهرا زنگ میزنند که او فوت کرده. گواهی پزشکی قانونی موجوده، منتشر هم شده که غیر از ضرب و شتم شلیک چندین گلوله از فاصله نزدیک و 1 متری به شکم این جوان 28 ساله عامل کشتن او بود. به این ترتیب دیده میشه که نیروی انتظامی آقای خامنه‌ای چگونه وحشیانه به جان مردم میفته و کسی هم نمیتونه از اونها حساب بکشه. بعد از قتل ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس ببینید چه تعداد وحشیگری و کشتار، چه در مرزها کولبران، چه در شهرها، چه حتی گاهی از طرف نیروهای شهرداری در حق دست فروشان صورت گرفته و چگونه در واقع از سر اونها میگذرند و در پیچاپیچ قدرت استبدادی شکایات رو که انلم یکن میکنم. پدر این جوان قربانی کارگر ساده است که درخواست دو وکیل به او دارن کمک میکنند، اما احتمالاً صدای اونها هم به جایی نخواهد رسید. وقتی که رئیس نیروی انتظامی از ضرب و شتم یک دختر در پارک توسط مأمور زن دفاع میکنه، باید دید و دانست که این قبیل اتفاقات هم در قوه قهریه کشور و پلیسی که باید ضامن حفظ جان و امنیت مردم باشه اتفاق میفته. موضوع دوم این که 19 روز اعتصاب کسبه بانه هم روز پنجشنبه فرا رسید و اعتصاب اونها کماکان ادامه داره. از روز سه‌شنبه اینترنت در تمام سیمکارت ها و مخابرات شهرستان بانه قطع شده. رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس آقای جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام هم عنوان کرده که اهل سنت خواستاره داشتن محلی برای نماز در تهران هستند، یک مسجد جامعی که بتونن نماز جمعه در اون برگزار کنند. درخواست ساده‌ای که در تهران یا اصفهان یا مشهد و شهرهای بزرگ از اونها دریغ شده. سهل است وقتی که حتی در منزلی نمازخانه دائر می کنند با خشونت و ضرب و شتم اونجا رو پلم میکنند و اجازه داشتن مسجد به اهل سنت رو هم حتی در مناطقی که اکثریت اهل سنت نداره نمیدن. زمین لرزه 5.2 ریشتری استان کهگیلویه بوی رحمت که مرکزش در نزدیکی شهر سیسخت و یاسوج قرار داشت تا کنون 105 زخمی گزارش شده و بیش از 78 میلیارد تومان خسارت برآورد شده، اما از تعداد کشته احتمالی تا کنون خبری بیرون نیامده. موضوع سوم این که اسرائیل بعد از اعلام
اسنادی که از ایران به دست آورده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران قبل از برجام و دروغ گفتن جمهوری اسلامی به آژانس، برای اینکه هیچگاه دنبال پروژه هسته‌ای نبوده، در حالی که این اسناد نشون میده دنبال ساختن بمب اتمی بوده، باز هم کماکان موضوع بحث محافل خبری است. اسرائیل دعوت کرده سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف رو که بیان خودشون از نزدیک این اسناد رو ببینند. آقای حسین باستانی روزنامه نگار هم دقت جالبی رو کرده و خبری رو از جوان ارگان سپاه استخراج کرده که در 21 اسفند ماه، یعنی دو ماه بعد از ماه ژانویه که این اسناد از ایران ربوده شده بوده، جوان نوشته بوده که هشدار داده که آماد اسم رمز اتهام افکنی علیه برنامه موشکی ایرانه. آماد نام برنامه اتمی است که آقای نتانیاهو هم در مورد اون توضیحات داده، اون هم دو ماه بعد. بنابراین سپاه و اطلاعات سپاه در حالی که می‌دانستند چنین اسنادی ربوده شده و ضعف دستگاه اطلاعاتی کشور پیشاپیش فرار به جلو کردند بدون اینکه توضیح کافی بدن که این چه جور دستگاه نظامی و اطلاعاتی است که اسناد خودش رو هم نمیتونه حفظ بکنه. اما موضوع آخر اینکه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ایران گفته که به رغم آمادگی وزارت آموزش و پرورش، تقاضایی برای فراگیری زبانهای خارجی وجود نداره. این رو بعد با آقای خامنه‌ای گفت که تقبیح میکرد چرا زبان انگلیسی ترویج میشه در حالی که مردم از جیبشون پول میدن کلاس‌های خصوصی بچه‌هاشون انگلیسی بخونند، اما آموزش و پرورش زبانهای دیگر رو رایگان میخواد آموزش بده، کسی میلی نداره برای اینکه در دنیا کاربردی نداره، از جمله زبان روسی که آقای وزیر آموزش پرورش چندی پیش مطرح کرد در دیدار سفیر روسیه که زبان دوم کشور بشه. شخص آقای خامنه‌ای هم در نمایشگاه کالای ایرانی که در حسینیه خود ایشون تشکیل شده به آقای ربیعی وزیر کار گفته من اگر جای شما بودم سر واردات کالاهای خارجی در هیئت دولت یقه خودم رو پاره می کردم. این هم فهم آقای خامنه‌ای است از اقتصاد و سازوکار تولید، اون هم در عصر جهانی شدن. ایشون رو بعد متوجه کرد که اولا بی زحمت جلوی برادران قاچاقچی که زیر عبای ایشون هستند و بیش از نیمی از واردات کشور، بیش از 20 میلیارد دلار سالیانه قاچاق وارد کشور میکنند بگیرند، ثانیاً اصلاح بانک ها، ایجاد تقاضا در کشور و تصحیح پول و قابل رقابت کردن تولیدات داخلی و وصل شدن به چرخه جهانی تولید و استفاده از مزیت‌های نسبی کشور، زمینه‌هایی است که به نظر می‌رسه اساساً آقای خامنه‌ای نه درکی از اونها داره نه شناختی از اونها داره. اگر هم داره در پاره موارد مثل قاچاقچیان به صلاحش نیست که به اونها بپردازند که صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.